از تازه ترین تحولات برجام تا اظهارات بایدن درباره نفت ایران. در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از تازه ترین تحولات در آستانه آغاز مذاکرات وین، اظهارات بایدن درباره فروش نفت ایران، انتخاب قطر به عنوان حافظ منافع آمریکا در افغانستان و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 22 آبان شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب به 253,500,000 و 5,110,000 نفر نزدیک شد. بهبود یافتگان بیماری کرونا هم حدود 229,200,000 نفرند. روسیه در حالی به مرز 9 میلیون مبتلا نزدیک شده که شمار فوتی‌های روزانه این کشور در روزهای اخیر از مرز 1200 نفر عبور کرده است. همزمان با تبدیل شدن قاره اروپا به کانون کرونا در جهان، آلمان با افزایش ناگهانی مبتلایان خود روبرو شده است. این کشور در 3 روز اخیر به طور میانگین حدود 50,000 مبتلای جدید را شناسایی کرده است. آمارها همچنین از آغاز موج سهمگین کرونا در لهستان حکایت دارد. دولت اتریش هم با توجه به افزایش قابل توجه مبتلایان روزانه تصمیم دارد برای تمام افرادی که به شکل کامل واکسینه نشدند، قرنطینه سراسری برقرار کند. عراق و پاکستان از همسایگان ایران نیز از کاهش مبتلایان جدید خود به کمتر از 1000 نفر در هر روز خبر دادند. تازه ترین تحولات در آستانه آغاز مذاکرات وین. علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وین در 8 آذر به اروپا سفر کرده است. او در این سفر با مقامات 4 کشور فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا و انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. محور اصلی این رایزنی‌ها لغو مؤثر تحریم‌ها و تضمین عدم تکرار خروج آمریکا از برجام اعلام شده است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در آستانه آغاز مجدد مذاکرات وین سفر خود به برخی کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان، بحرین و امارات متحده عربی را آغاز کرده است. با این حال، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عدم دریافت دعوتنامه از سوی دولت جدید ایران برای سفر به تهران و نداشتن ارتباط با مقامات بلندپایه دولت ایران را تعجب آور خوانده است. طبق اعلام رافائل گروسی، او انتظار داشته پیش از نشست آتی شورای حکام آژانس در 1 آذر به ایران سفر کند. اظهارات بایدن درباره فروش نفت ایران. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یادداشتی به وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که به علت عرضه کافی نفت به بازارهای جهانی، امکان کاهش قابل توجه خرید نفت از ایران توسط کشورهای دیگر فراهم شده است. کاخ سفید هر 6 ماه یک بار به بررسی عرضه کافی نفت در سطح جهانی در جهت حفظ تحریم‌های نفتی وضع شده علیه ایران می‌پردازد. چین با میانگین خرید 500,000 بشکه نفت از ایران در 3 ماه گذشته، بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود. ده‌ها کشته در پی بارش شدید باران در هند و سریلانکا. بارش باران‌های موسمی در سریلانکا و جنوب هند در روزهای اخیر دست کم 41 کشته بر جای گذاشت. این بارندگی‌ها همچنین باعث آب گرفتگی گسترده در برخی مناطق دو کشور شده است. ایالت تامیل نادو در هند مرگ 16 نفر را گزارش داده و مقامات سریلانکا نیز جان باختن 25 نفر بر اثر غرق شدن را تایید کردند. انتخاب قطر به عنوان حافظ منافع آمریکا در افغانستان. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، همتای قطری او، روز جمعه توافقی را به امضا رساندند که به موجب آن قطر از این پس به عنوان حافظ منافع دیپلماتیک آمریکا در افغانستان شناخته می شود. این توافق به عنوان نشانه این مهم از روابط احتمالی آینده میان طالبان و ایالات متحده پس از 2 دهه جنگ میان دو طرف ارزیابی می شود. انتشار پیام رئیس جمهور سفیدپوست آفریقای جنوبی پس از مرگ. بنیاد فردریک ویلم دی کلرک، آخرین رئیس جمهور سفیدپوست آفریقای جنوبی که روز پنجشنبه 20 آبان درگذشت، ویدیویی از او منتشر کرده است. در این ویدیو، رئیس جمهور فقید آفریقای جنوبی به عنوان آخرین پیام خود گفته: من از صمیم قلب به خاطر درد، آزار، بی‌حرمتی و آسیبی که آپارتاید بر سیاه‌پوستان، دورگه‌ها و سرخ‌پوستان آفریقای جنوبی وارد کرده، عذرخواهی می‌کنم. اف دبلیو دی کلرک که در سن 85 سالگی بر اثر سرطان درگذشت، در سال 1989 و در زمان آپارتاید به قدرت رسید. آپارتاید از سیاست‌هایی بود که در آن نژادپرستی به شکل قانونی در آفریقای جنوبی اجرا می‌شد. نلسون ماندلا از رهبران آزادی نهضت برابری نژادی در آفریقای جنوبی به همراه اف دبلیو دی کلرک به خاطر کمک به پایان آپارتاید در این کشور در سال 1993 جایزه صلح نوبل گرفت.